لک بچه ها یعنی نداشتن، یعنی نبوده. lack of success یعنی نبود موفقیت. حالا شما بگید کدوم میشه به نظرتون؟ lack of success in doing something یعنی شکست خوردن دیگه، نبود موفقیت در یک چیزی، در انجام یک چیزی. میشه failure دوم کلمه. بچه ها کلمه های خیلی مهمی ها، اینا اونایی که پایان ترم میاد. failure، failure یعنی چی؟ یعنی شکست. بعدی to stop being angry with someone یعنی از این که در مقابل یک کسی خشمگین باشی دیگه دست برداری، یعنی ببخشیش در هر صورت. میشه چی؟ کدوم کلمه بچه ها؟ to stop being angry with someone. forgive، بله معصومه، درسته کاملا. forgive، forgive یعنی بخشیدن. many times یعنی تعداد زیادی بار. آسونه دیگه، کدوم کلمه است؟ اولین کلمه repeatedly. repeatedly، repeatedly یعنی همینطوری تکرار میشه دیگه، چند بار تکرار میشه. خواب، خواب، خواب. اینا رو ببینم میتونید جا بدید. اینا سوالای پایان ترمیه، سوالای کنکوری نیستش، ولی خیلی هم لازمه. یه دقیقه وقت دارید. خواب، آماده این؟ شماره یک جوابتون رو بگید ببینم چیه. شماره یک، دینگ دینگ. شماره یک hard of hearing یعنی hearingش خیلی harde. یعنی hearing یعنی شنیدن، یعنی کم شنوا. physician یعنی دکتر. به نظرتون دکتر غریب چه مدل دکتری بوده؟ یادتون نمیاد؟ dedicated. احسنت، dedicated بوده دیگه، یعنی از جان گذشته. dedicated بوده دیگه. دومین سوال ببینم چیه جوابتون. Why are you shouting؟ چرا داد میزنی؟ I am not. جا خالی. الان باید بتونی بگی یا سیاوش. Hard of hearing. احسن. میگه آقا چرا داد میزنی؟ من که کم شنوا نیستم که. When you are in the class and there is a necessity, you should talk. میگه وقتی شما در کلاسید و دیگه مجبوری، یعنی دیگه ضرورتی وجود داره، you should talk، میتونی صحبت کنی. چه مدلی؟ بگید. calmly. calmly یعنی چی؟ یعنی آروم. calmly، آره آروم، یعنی اگه ضرورت وجود داشت که آروم میتونی حرف بزنی، اشکال نداره. چهار، we have to jokingly care of elderly people. Oh, yeah.